اظهارات شورای عالی صلح در مورد موجودیت تلاش‌ها برای برهم زدن روند صلح افغانستان. سفر مقام‌های بلند آمریکایی به قطر به منظور گفتگو با طالبان. و انتقال مسئولیت آموزش نیروهای پلیس به وزارت امور داخله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. امروز شنبه اول سرطان سال 1392 خورشیدی برابر با 22 جون سال 2013 میلادی. به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شبکه جهانی آریانا خوش آمدید. گشایش دفتر قطر نشانگر تلاش ها برای برهم زدن صلح افغانستان است و طالبان از این طریق به جای صلح بیشتر برنامه های جنگ طلبانه ایشان را اعلام کردند. شورای عالی صلح با بیان این موضوع می افزاید آنگونه که تجربه گذشته نشان داده است گفتگوهای صلح توسط خارجی ها نه تنها که افغانستان را به یک صلح پایدار نرسانده بل با بنبست مواجه شده است. این شورا نگرانی هایش را به خاطر تلاش ها برای منحرف سازی روند صلح در افغانستان بیان می کند و گشایش دفتر قطر برای طالبان را خلاف توافقات و توقعات با افغانستان میداند. فرهناز فروتن گزارش میدهد. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید گشایش دفتر قطر به خاطر اعلام برنامه های جنگ طلبانه از سوی طالبان بود تا پرداختن به صلح. آقای ربانی میافزاید گشایش این دفتر نشانگر تلاش ها برای برهم زدن گفتگوهای صلح است. دفتر تماس گروه طالبان در قطر خلاف توقعات قبلی و توافقات قبلی طرف های مختلف به گونه گشایش را که به جای کمک به این روند نشان دهنده تلاش های دیگری را بر هم زدن گفتگوهای صلح بود، این دفتر به جای این که برای آغاز گفتگو تشکیل شود در جهت اعلام برنامه های جنگ طلبانه در همان دقایق نخست به کار رفت. شورای عالی صلح میگوید تا زمانی که نقش مرکزی این گفتگوها به افغانستان داده نشود این شورا حاضر به گذاشتن گامهای عملی در این را نخواهد بود. صلاح الدین ربانی میگوید باید هر گونه تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان توسط افغان ها صورت گیرد، زیرا به گفته وی برنامه های خارجی ها برای صلح افغانستان همواره به بنبست رسیده است. تجربه های قبلی نشان داده است که هر گونه تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان توسط دیگران و در خارج از کشور به صلح عادلانه و ثبات پایدار نرسیده و در نهایت به بنبست مواجه شده است. از سوی هم برخی دیگر از اعضای شورای عالی صلح را صفگنان را دشمن مردم افغانستان می دانند نه حکومت، زیرا به گفته آنان در حملات حراس افغانی این گروه ها همیشه اماکن عامه مورد حمله قرار می گیرد. آقا صبح چه دلت خلق اصطلاح استعماله چه دولت مصالح مخالفین دا سما اصطلاح ندا دا ملت مصالح مخالفین دا خارجی قواه و نصفی صد خلق شاید دیش جریان کمرش امنیتی قواه دونه شر فیصد و اویا فیصد ملکی خلق. این نشست برای یاد بود از کشته شدن ارسلان رحمانی یک تن از اعضای شورای عالی صلح برگزار شده بود. ارسلان رحمانی در اول ماه سرطان سال گذشته هنگامی که منزلش را به قصد رفتن به محل کار ترک می کرد از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان و پاکستان وارد دوحه پایتخت قطر شدند. در این سفر وزیر خارجه آمریکا با گروه موسوم با دوستان سوریه ملاقات میکند، اما نماینده این کشور در امور افغانستان و پاکستان برای انجام مذاکره با نماینده های طالبان به قطر رفته است. از سوی هم روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که طالبان لغو مذاکرات با آمریکا و افغانستان را به بررسی گرفتند. نصرت پارسا این گزارش را تهیه کرده است. به دنبال گشایش دفتر طالبان در قطر، این کشور میزبان شمار از مقام‌های آمریکایی شده است. با تازگی جان کری وزیر خارجه آمریکا و جیمز دابنز نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان وارد این کشور شدند. برخی رسانه‌ها گزارش کردند که جیمز دابنز به هدف مذاکره با نماینده‌های طالبان به این کشور سفر کرده، اما هدف سفر وزیر خارجه آمریکا ملاقات با گروه زیر نام دوستان از سوریه در قطر عنوان شده است.
کری با طالبان گفتگو نخواهد کرد. این امر در سطح دوبن زیاد تیم وای خواهد بود. کری مذاکرات دو جانبه را با گروه دوستان سوریه برگزار خواهد کرد. امریکا می خواهد که افغان ها با افغان ها گفتگو کنند. این همان نکته این مصالحه است و چیزی که ما در راستای آن کار می کنیم. ما به طور جداگانه برخی از مسائل برای بحث و گفتگو با طالبان داریم. عمدتاً در میان آنها بازگشت مسئول برگدال سرباز آمریکایی است. ما فکر می کنیم که او باید به اسرع وقت ممکن به خانه برگردد. همزمان با این، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام طالبان گزارش کرده است که این گروه در حال بررسی لغو مذاکرات با آمریکا و افغانستان است. این مقام طالبان که خواسته از وی نام برده نشود، با نیویورک تایمز گفته است این کار در پیوند با مخالفت افغانستان با برافراشتن بیرق امارت اسلامی طالبان در قطر صورت گرفته است. همزمان با این، شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هر نوع مذاکرات بدون رهبری افغان‌ها به جایی نخواهد رسید. هیچ مذاکراتی بدون اشتراک و تحت رهبری افغان‌ها و دولت افغانستان یا شورای عالی صلح صورت نگیره، اون مذاکرات به جایی نمیرسه. و شما دیدین که با شدن دفتر، اگر با اصولی که دولت افغانستان، مردم افغانستان با او توافق نداشته باشه، او آدرس، از او آدرس کار گرفته نمیشه، به جایی نمیرسن. دقیقاً دفتر ز داپ دردوایما چې د افغانانو لپاره او رسول لپاره هیڅ کم ملاستراونه به په عین او نن هم نه لري، سبب هم نه لري او آینده کې به هم نه لري. با وجود این که طالبان لغو این مذاکرات را به بررسی گرفتند، اما یک عضو پیشین طالبان نسبت به آغاز مذاکرات طالبان با آمریکا و افغانستان امیدوار است. د امریکایانو سره د بنجانو خبره حل و فصل سي، په هغه کې ټوله خبرې معلومېږي چې دلته یو اندازه به هغه طالبانو چې ملت ولس ته کومې وعدې ورکړي دي د بنجانو په باب باندې، هغه وعدې به هم ترسره سي. زما په فکر باندې دا به وروستنۍ خبرې په دې کې به بیا هر څه معلوم سي چې بیا به مذاکرات د چا او چا تر منځ وي او څنګه مذاکرات. قرار بود مذاکرات میان نماینده های طالبان و امریکا در شهر دوحه قطر به روز پنجشنبه گذشته آغاز شود، اما به دلیل اعتراض دولت افغانستان با استفاده از نام امارت اسلامی افغانستان و پرچم طالبان در دفتر قطر، مذاکرات به تعلیق درآمد. در این حال شماری از اعضای مجلس جرگه در مورد چگونگی گشایش دفتر قطر ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند این دفتر با منظور تجزیه افغانستان از سوی قدرت های جهانی ایجاد شده است. به گفته آنان دفتر قطر جایی برای معامله های سیاسی خواهد بود. آنان ابراز نگرانی می کنند که سرنوشت روند افغانستان به دست کشورهای قرار دارد که از طالبان حمایت می کنند. او دفتر برای تجزیه افغانستان شمالی و جنوبی جور شده و اجازه بدین که در این تجزیه و در این دفتر حلقات معین سیاسی در داخل افغانستان هم بوده که طرح از این دفتر پذیرفتن امرایشان و به اساس اونمو اجندا پیش میرن. زمان اینا مشروعیت خدا سیاسی خدا گرفته بودن که رئیس جمهور کرزی اینا را برادر خطاب میکرد، اما حال اینها با یک حرکت جدیدشان تانستن که مشروعیت در سطح بین‌المللی کسب بکنند. قرار بود که دفتر در قطر یک دفتر مذاکره باشه، اما نه یک مرکز سیاسی یا بدیل برای سفارت افغانستان. ما متاسفانه نتوانستیم که به یک روند صلح افغانی که افغان خودش تصمیم گیرنده باشه، افغان خودش در رابطه با صلح تصمیم میگیره، ناکام بودیم. ولی امروز سرنوشت صلح در دست کشورهایی هستند که همیشه عامی و پشتبان طالبا بوده و کسایی که کشورهایی که عامی طالبا بوده، این صلح برای مردم افغانستان ما فکر میکنیم که پذیرفته نیست. مسئولیت آموزش و پرورش نیروهای پلیس به وزارت داخله کشور واگذار شد. مقام ها در فرماندهی مرکزی آموزش پلیس در کابل می گویند که توانی پیشبرد این مسئولیت را دارند. در این حال استیفن مکفارلند، سفیر آمریکا در امور تنفیذ و حاکمیت قانون، انتقال مسئولیت های مرکز آموزش پلیس را یکی از نشانه های خوب روند انتقال و همکاری جامعه بین المللی با افغانستان می خواند. جزئیات بیشتر در این گزارش. مراسم انتقال مسئولیت‌های آموزشی مرکز تربیتی پلیس در حضور برخی مقام‌های افغان و بین‌المللی با پایین آوردن بیرق آمریکا و ایتالیا در این مرکز انجام شد. این مراسم در حالی برگزار می‌شود که هفته پیش مسئولیت رهبری تمام عملیات‌ها در کشور و نیروهای امنیتی افغان سپرده شد. عبدالبصیر سعید خیلی، فرمانده مرکز آموزشی کابل، می‌گوید وظایفی که به آنها سپرده شده آن را با امانت‌داری حفظ و ارتقا می‌بخشند. امروز این مسئولیت خطیر و هستی ساز ما را مسئول می‌گردانند که بهتر کار و تلاش نماییم و با ایمان صادقانه بدون خستگی و بدون در نظر داشته
اوقات کاری شب و روز کار نماییم. استفن مکفرلند سفیر آمریکا در امور تنفیذ و حکومیت قانون انتقال مسئولیت های مرکز آموزشی پلیس را یک از نشانه های روند انتقال و همکاری جامعه بین المللی با افغانستان میخواند و بر ادامه کمک های کشورش تاکید میکند. همکاری ما با این مراسم تحویل دهی به پایان نخواهد رسید. ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان برای راهنمایی در قسمت پروسه انتقال بازدیدهای همکارانا انجام خواهد داد و جامعه بین المللی در مجموع و رشد پلیس ملی افغان توجه داشته و حمایت شان را ادامه خواهد داد. از سوی هم معشوق سهلا فرمانده عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله میگوید که در حال حاضر 13 مرکز آموزشی پلیس در سطح کشور وجود دارد که تاکنون مسئولیت های آموزشی حدود 10 مرکز آن به نیروهای پلیس انتقال یافته و روند انتقال 3 مرکز دیگر در ولایت های قندوز، بلخ و قندهار نیز در جریان است. ادامه خبرها از داخل کشور. در دو درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت قندوز 18 طالب مسلح، 2 افسر و سرباز پلیس محلی کشته شدند. در این درگیری 11 طالب و یک سرباز پلیس نیز زخمی شدند. مقام های امنیتی میگویند درگیری شنبه شب در منطقه در ولسوالی قلعه ایزال رخ داده است. محمد قاسم نصر اللهی گزارش میدهد. 18 طالب مسلح که در درگیری با نیروهای پلیس محلی در قندوز کشته شدند، یکی از کشته شدگان وابسته به جنبش اسلامی ازبکستان و تبعی آن کشور بوده است. درگیری نیروهای پلیس با طالبان در منطقه توربکش در شمال شهر قندوز رخ داد. این درگیری زمانی به وقوع پیوسته که طالبان بالای یک پسته امنیتی در نزدیکی شهر قندوز حمله کرده، سپس تحت تعقیب قرار گرفته و در ولسوالی قلعه‌زار جنگ سختی با مدت 12 ساعت میان نیروهای امنیتی و طالبان رخ داده است. در این درگیری به نیروهای پلیس محلی تلفات وارد شده است. ساعت 11:30 شب گذشته درگیری ادامه داشت. در نتیجه 18 تن از افراد مخالفین مسلح کشته شدند که عملا 11 جسد شما میبینین که در ساحه بجا مانده بود و 11 تن دیگه از افراد مخالفین زخمی شده که از ساحه فرار کردند. در بین کشته شده ها 2 تن از سرگروه های مشهور اونا به نامای قاری سید نعمت، ملا رحمت شاه که از ظلم آباد است و قاری سلیم که از صافی کوت است دیده میشه. از مخالفان مسلح 7 میل اسلحه و مقدار جنگ افسار در صحنه نبرد باقی مانده است. گروه طالبان تاکنون در مورد این درگیری ها اظهار نظری نکردند. پلیس بلخ از کشته و زخمی شدن 8 طالب مسلح در ولسوالی چمتال ولایت بلخ خبر می‌دهد. محمد سالم احساس فرمانده پلیس بلخ می‌گوید پس از چندین ساعت درگیری در روستای جویشور ولسوالی چمتال، قاری علاءالدین همراه با معاونش که فرماندهی طالبان در چمتال را بر عهده داشت از پا درآمد و 6 طالب دیگر بازداشت شدند. آقای احساس چمتال و چهاربلوک را دو ولسوالی با تهدید بیشتر امنیتی در ولایت بلخ می‌داند. پس از چندین ساعت درگیری گروه طالبان با نیروهای امنیتی در منطقه جویشور ولسوالی چمتال، سرگروه این گروه همراه با معاونش از پا درآمدند و 6 طالب مسلح دیگر اسیر نیروهای امنیتی افغان شدند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال پیام به رسانه ها از وارد کردن تلفات بر نیروهای امنیتی نیز خبر داده است، چیزی که از سوی فرمانده پلیس بلخ رد می شود. گروه مسلح 8 نفری تحت قماندانی قاری علاءالدین محاصره میشه و بعد از محاصره یا زد و خورد میکنن و خوشبختانه سبب که بعد از زد و خورد وقفه‌ای تماما گروه به شکل مکمل از بین میره که در جمله خود قاری علاءالدین کشته میشه با معاونش به نام ملا نیک محمد. چمتال و چهاربلوک در ولایت بلخ از مناطق ناامن به شمار می روند. آقای احساس این دو ولسوالی را در ولایت بلخ از ولسوالی های با تهدید بیشتر می نامند. ولسوالی همجوار ما که مربوط به ولایت جوزجان و سرپل می شه ولسوالی هستند که در تهدید بلند هستند و اکثر اوقات ولسوالی های ما هم مورد تهدید قرار می گیرند که خوشبختانه نیروهای امنیتی و کشفی ما متوجه زیگه پس و مردم همکار بسیار خوب هستند. پلیس بلخ همچنان میگوید نیروهای محلی در این ولسوالی توانسته است نقش خوبی ایفا کنند و جلو فعالیت بیشتر طالبان را بگیرند.
افغانستان در میان 187 کشور جهان در بخش ایجاد سهولت‌های سرمایه‌گذاری در جایگاه 23 قرار دارد. وزارت تجارت و صنایع میگوید در افغانستان سرمایه‌گذاران خارجی میتوانند 100% صاحب سرمایه‌هایشان باشند، اما به گفته وی این سهولت در اکثر کشورهای جهان وجود ندارد. همزمان با این اتاق مشترک تجارتی افغانستان آمریکا نشستی را برای جمع‌آوری دیدگاه‌های سرمایه‌داران داخلی در کابل راه اندازی کرد. مسافر قوقندی گزارش می‌دهد. قرار است تا 5 ماه دیگر نخستین نشست جهانی و نهمین نشست مشترک اتاق تجارت افغانستان و امریکا در واشنگتن برگزار گردد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز نشست مشورتی را با حضور شماری از تاجران و سرمایه‌داران افغان در کابل به هدف سرمایه‌گذاری‌های مشترک افغان و امریکا راه اندازی کرد. فکر میکنم وقتی هست که ما خود ما سر پای خود ساخت شویم و تجارت خودش یک امنیت میاره. وقتی که تجارت وجود داشته باشه، خارجی ها بسیار علاقمندی نشان دادن قبلا که در افغانستان میخواین انوست کنن. این نشست که در ماه دسامبر امسال برگزار می شود آغاز خوبی برای جذب سرمایه گذاری در افغانستان خواهد بود و ما می خواهیم که روابط تجارتی سرمایه داران افغان مقیم امریکا و سرمایه داران امریکایی و افغان افزایش یابد. از سوی دیگر وزارت تجارت می گوید افغانستان در شمار اندک کشورهای جهان است که بهترین قوانین سرمایه گذاری را دارد. مقام های این وزارت می گویند افغانستان در بخش های مرغداری، تولید شکر، آهن آلات و کالاهای نفتی مکان خوبی برای سرمایه گذاری است. فایده در سرمایه گذاری در افغانستان به مراتب بیشتر است نسبت به دیگر جا. ما در دنیا تقریبا 23 از جمله 187 کشور ما 23 کشور هستیم که بسیار با آسانی برای مردم اجازه سرمایه گذاری در افغانستان می دهیم. در قسمت اسعار خارجی ما یکی از کمترین ممالک است که اجازه میده که به اسعار خارجی در بانکای ما حساب مردم داشته باشه. وزارت تجارت میگوید تلاش خواهد کرد تا حکومت افغانستان برای سرمایه گذاری های خارجی سهولت های بیشتری را به وجود آورد. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکای 56 افغانی و 10 پول، یک یورو 73 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 85 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 دلار پاکستانی 558. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 27. و سرانجام کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 22 پیش بینی شده. پایان خبرهای این ساعت از آریانا از همدلی تان سپاسگزار هستیم. تا دیدار بعد، خدا و نگهدار. اخبار این ساعت